بسم الله الرحمن الرحیم نازمان آموزگاری را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان بعد آن با خون هفتاد و دو امضا کند السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام بر شهدای کربلا و سلام بر شما خوبان محبان و عزیزان ازادار ازای امام حسین علیه السلام امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور و من بوده تاعات عبادات و بندگه هایتان قبول و مقبول درگاه اهدیت باشد با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در محضر عالم عامل اندیشمند فرهخته و گرامی استاد خوبم جناب آقای هاشمی ارزگانی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید و علیکم السلام و, و رحمت الله و برکاته سلامت باشین استاد خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که این توفیق را داریم بعد از چند وقت بازم در خدمت شما هستیم خیلی دل ما برتان تنگ شده بود استاد ابتدا اگر سلام علیکی هم با بیننده ها دارین بفرمایید و بعد در خدمتتان باشیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و گرامی خوبان همراه در این برنامه و تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری آل الله و ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام و سلام را به شما خوبان و بینندگان همراهی این برنامه ان شاء سلامت باشیم استاد خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم متشکر از حضورتان ممنون استاد موزیرک در شما هستیم امام حسین علیه السلام و قرآن هست این یک احساس قلبی خودم هست وقتی که ایام محرم هست و ایام سفر هست سخن غیر از آشورا و امام حسین و کربلا اگر باشه احساس ناراحتی میکنم فکر میکنم که دارم سخن بیهوده گویم یا سخن بیهوده میشنویم و شاید بیننده ها هم اینطور باشه دوست داشته باشه که موضوعی را با تناسب ایام بشنوه لذا استاد موضوعی را که در خدمتان هستیم ای هست که از امام حسین بگیم و ای که قیام امام حسین علیه السلام آیا قرآن از نهضت امام حسین علیه السلام چیزی گفته یا خیر و ای اگر گفته به چی صورت گفته به صورت سرهی موضوع رو بیان کرده یا ای که در لابلای آیات بگردیم و از یک گوشش پیدا بکنیم که ای آیه از قرآن به قیام امام حسین علیه السلام اشاره داره ولی قبل زیره که شما صحبت کن آغاز بکنین با بیننده های عزیز و گرامی هم این موضوع رو اعلام بکنم که مثبت 964 710, 255, 14, در اختیار شما هست میتونید نظریاتتان را و هر گونه سوال و انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید از همین آغاز سوال رو بفرستید تا ان شاء در لابلای برنامه بگیریم استاد میشنویم شما بله بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام مجدد محضر شما و بینندگان عزیز و گرامی موضوع امام حسین علیه صلات و سلام و قرآن جنبه بیشتری اون ناظر به این است که قیام امام عبدالله علیه و سلام به چه میزان ملهم از قرآن کریم بود به دین معنا که ما می دانیم قرآن کریم <applause> یک راه است و یک مسیر و یک خط و این مسیر که به تعبیر خود قرآن کریم سرات مستقیم تعبیر شده است سرات مستقیمی به سوی خداوند و به سوی سعادت و به سوی رستگاری و بیان دیگری اون به سوی بهشت است <applause> درست هر کسی که زندگی خود را بر اساس قرآن و در سرات مستقیم قرآن کریم قرار بدهد بیشک فلاح و رستگاری از آن اوست درست نکته دوم آن است که قرآن کریم بیش از اون که درباره اشخاص به صورت این که مخصوصا اشخاصی که به خزایای قبل از خود قرآن کریم اشاره دارد پرداخته باشد بیشتر به عنوان یک راهکرد کلی برای بشریت و شاهراهی را در فراروی انسان ها قرار می دهد و ما ارتباط امام حسین علیه وسلام و قرآن کریم را اگر بخواهیم ارزیابی بکنیم باید ببینیم که قیام اما عبدالله و زندگیشون به چه پیمانه ای چه در رفتار و چه در گفتار مخصوصا بخش گفتاری ابا عبدالله علیه صلات و سلام به چه میزان متکی و ملهم و برگرفته از قرآن کریم است بله نکته سومی را هم در این خصوص باید اشاره بکنیم که نهزت ها و ها در دو دسته تقسیم می شوند یک سلسله نهزت های تاریکند و یک سلسله نهزت های روشن نهزت های تاریک نهزت هستند که مرام و مقصد و برنامه خود را به مردم ابلاغ نمی کنن. یا برنامه ندارند و مقصد مشخصی ندارن و یا دارند با مردم بیان نمی کنن. در هر دو صورت بله در هر دو صورت این گونه نهزت ها رو ما نهزت های تاریک می نامیم زیرا مخاطبین آن و چه بسا همراهان اون نهزت جز تعداد معدودی که در رأس قرار دارد یا یک فرد یا چند فرد دیگران از اهداف و منویات اون نهزت و بنیان بزاران و آگاهی ندارن نهزت های دیگر نهزت های شفاف و روشنن در این قسمت تمام جنبش های پیامبران الهی در این قسمت جای می گیرن به دلیل اینکه اونها از همان آغاز اهداف برنامه ها و مسیر و مقصد خودشون را با مردم در میان می گروهی گروه اول و جنبش ها و مکتب ها و نهزت هایی که با مردم بیان نمی کنن مرامشون رو عرض کردم یا مرامی ندارن یا از ترسیم که مردم. و از ترس این که مردم نپذیرن آنها را و در این جا هست که هر لحظه امکان تغییری در مقصد و دام پیش می آید از فریب استفاده می شود از دروغ ممکن است استفاده شود خلاف واقع به مردم گفته می شود و حال که در مکتب ها و جمعش های روشن و شفاف از همون آغاز فرجام کار را برای مردم بیان می کنن. در این شمار است نهزت آشورا نهزت آشور از اون نهزت های شفاف و روشن از لحظه حرکت و از لحظه پیریزی قیام و نهزت ابو عبدالله علیه صلات و سلام چه با مردم، چه با خانواده و چه با یاران و اصحاب خیش کاملا و شفاف مقصد و مرام و اندیشه خود را بیان کرده است بنابراین ما در هنگامی که با نهزت عبا علیه و سلام مواجه هستیم با یک نهزت شفاف و نهزت روشن که مبانی افکار و اندیشه های خود را به خوبی بیان کرده است و این راه را برای ما هموار می کند برای اون که بشناسیم و بدانیم به چه پیمانه نهزت عبا علیه صلات و سلام با آبشخورهای قرآنی و با آموزه ها و اهداف و مقاصد قرآنی همراه و همسوست من پیش از اون که به این تنیدگی و به این میزان ارتباط نهزت عبا علیه و سلام با, با قرآن کریم اشاره بکنم برای اثبات شفافیت نهزت عبا عبدالله علیه و سلام لازم است که به سه نمونه اشاره بکنم با. که دقیقا با بحث ارتباط ابا عبدالله و قرآن کریم هم مربوط است قسمت اول اون و شفافیت اول اون زمان است که پس از مرگ معاویه در سال شست هجری حاکم مدینه و والی مدینه مأمور شد که از افرادی بیعت بگیرد برای یزید و از اون جمله بود حضرت ابو عبدالله علیه السلام لذا شبانگاه امام را طلبید و امام علیه السلام و در اون نابه انگام به کسانی که در داخل مسجد همراه ایشون بود این پیش بینی رو انجام داد که من گمان می کنم در این دیر وقت شام از یک خبری باشد و این پیش بینی هم درست درآمد مبنی بر این که خبری مرگ معاویه را به او دادن و زمانی که ولید خبر مرگ معاویه را به امام علیه السلام و سلام داد ایشون از این آیه شریفه استفاده فرمودن آیه شریفه ای که در سوره مبارکه بقره است آیه 156 بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حضرت میخوام اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم بعد به توضیح و تفسیر بله. آیات بله خواهش میکنم تشکر استاد بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم پس از میان برنامه ما رو همراهی کنید حسین علیه السلام سوی مکه شد و این آیت می ف فخرج منها خائفا یا ترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین از آن شهر بیرون آمد ترسان چشم می داشت که از پس وی بیایند گفت ای خداوند من مرا از این قوم ستمکار برهان و طریق اعظم را ملازم گشت اهل بیت او گفتند ای کاش از این راه منحرف شوی چنان که ابن زبیر منحرف شد تا طلب کنندگان تو را در نیابند گفت نه قسم به خدا از این راه جدا نشوم تا خدا حکم کند به هر چه خواهد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب حدیث خلق فشایند نیست گوش مرا نشسته این من و دل به گفته بوی حسین دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید ادامه برنامه با وقتی بیدار رو هستید استاد در خدمت شما هستیم در بیان سه تا نمونه برای شفافیت قیام امام حسین بودیم بله نمونه ای اول زمانی است که ایشون نزد ولید رفتند در شبانگاه که مأمور بود ولید از ایشون بیعت بگیرد از آقای امام سینا از ابا عبدالله علیه السلام ایشون در مدینه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله سلم بودند زمانی که مأموری ولید آمد دیر وقت بود دیر وقتی دیر شب و امام علیه السلام فرماد بدون یک خبر مهمی این دعوت صورت نمی گیرد گمان می کنم که معاویه مرده باشد ایشون با جماعتی از کسی چیز بدون کسی چیزی گفته باشد ایشون با جماعتی از بنی هاشم رفتند در محل استقرار والی والی مدینه یعنی ولید ابن عتبه و زمانی که وارد شدن بعد از تعارفات ابتدایی گفتن فرمودن که در این دیر وقت چی کاری داشتید که ما را طلبیدید ولی ماجرا را به ایشون گفت که ماوی از دنیا رفته است و جانشین خود یزید رو تعیین کرده است و ما میخواییم شما بیعت کنید به ایشون زمانی که این خبر رو شنیدن امام علیه السلام و سلام این آیه شریفه رو قرائت فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبه این قسمت را ایشون نفرمودن فقط فرمودن قالوا انا لله و اینا الیه راجعون سوره مبارکه و ششم این آیه اشاره دارد به اینکه خب سرانجام همه انسان ها آن است که به سوی خدا بازگردن من. چه خوبان و چه بدان باید پاسخ عملکرد خیش را بازگو کنند ماجرا به این شکل تمام شد که ایشون فرمودن که من اگر بیعت بکنم باید در حضور مردم و نه مخفیانه این کار را انجام بدهم برای فردا من اعلام نظر می کنم در فردا در کوچه ای از کوچه های مدینه مرواد ابن حکم حضرت رو ملاقات کردند و از ایشون پرسیدن که با یزید باید به نوعی دستور دادن که باید به با یزید بیعت بکنی و امام علیه السلام در این گفتگو به نوعی برخورد کردن که مروان متوجه شدیشون اعراض میکنن از بیعت با یزید و این گونه به امام علیه السلام و سلام بله سخت برخورد کرد و گفت که تو باید بیعت بکنی ولید مروان ابن حکم در کوچه های مدینه در فردای اون روز امام در اینجا دقیقا همون جمله ای را که در دیشب در شب قبلی گفته بود با ولید و در هنگام شنیدن خبر مرگ معاویه این گونه در جواب مروان فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و مثل یزید براعن مثل یزیدن این خوندن این آیه و بیان این جمله نشان میدهد که امام علیه و سلام چقدر به صورت شفاف و روشن نوع نگاه خودشون را به مروان ابن حکم که پس از ولید نفری دوم حاکمیت در مدینه به شمار می رفت بیان فرمودن و همان گونه که این خبر را در مرگ معاویه این آیه رو تلاوت فرموده بودن در اینجا هم گویا این طوری اشاره فرمودن و استفاده کردن که با حاکمیت یزید گویی که اسلام مرده است و چیزی از اسلام باقی نمی ماند و تأکیدی بر اون که آیه شریفه چون این مطلبی را میفرماید که مسلمانان دوچار مصیبت می شود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و الیه راجعون ایشون می خواستن این گونه بیان بکنن که حاکمیت یزید حاکمیت یزید بر ملت اسلامی و بر جامعه اسلامی مصیبتی است که بر امت اسلامی وارد می شود مصیبتی که خبر از مرگ اسلام می دهد و... و اول فرمودین که این ای موضوعی رو نگفتی نکتر نگفت الذین نگفت از اصحابت هم نگفت درسته بله،, بله. دلیل خاصی داشت که اول نگفت ولی بله خب اینجا گفت مضمون اون مطلب را بیان فرمودن و این عبارت خودشون که و علی الاسلام السلام افقد بلیت الامت و براین مثل یزید بله. این مضمون دقیقا همون معنای رو بیان میکند که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون ایشون با بیان این مطلب دقیقا با مروان ابن حکم مراد و مقصد خودشون را و نوع نگاهش را به حاکمیت یزید اه. و بیعت با یزید اعلام فرمودن, فرمودن با اینکه به صورت شفاف و, و به صورت شد. آشکار بدون اون که مجامله ای صورت بگیرد این مطلب رو ما به عنوان یکی از نمونه های روشن و شفاق بودن نهزت عبا عبدالله علیه صلات و سلام تلقی میکنیم و چنانی که بر میگردیم دوباره به عنوان این که ایشان استفاده های قرآنی که در مسیر نهزت داشتن مورد دوم زمان است که در مسیر کربلا خبر شهادت مسلم را رهگذری از کوفه میامد و گفتن که بروید از او ماجرای کوفه را بپرسید قاصدی که برگشت گفت ایشون خبری تلخی دارد از کوفه میخواهد با شما در میان بگذارد آیا تنها با شما در میان بگذارد یا اینکه در میان اصحاب ایشون فرمودن که من از اصحاب خودم چیزی را پنهان ندارم بله. بنابراین خبر کوفه و ما ماجرایی که پیش آمده است را باید در حضور جمع بیان بکنه همه بدانند بله. مفتاده. بنابراین ابا عبدالله علیه السلام و این نمونه را ما به عنوان نمونه دوم از نهضت ایشون می تلقی بکنیم که یک نهضت روشن و شفاف بوده است و چیزی برای مخفی کردن و پنهان داشتن از دیگران نزد خود نداشته است نمونه سوم شب عاشورا است و نگهی که کار به جنگ منجر شد بعد در روز تاسوعا و روز نهم اختار جنگ داد عمر سعد امام علیه صلات و شامگاه روز نهم اصحاب یاران خیش را گرد آوردن و به آنها اعلام فرمودند که در فردا روز کسی از مردان زنده نمیماند بنابراین اگر کسانی آمده بودن همراه من که به گمانهای دیگری غیر از شهید شدن بایستی در دل شب صحنه را ترک کنند به اون که با من خداحافظی کنند یا به صورت من بنگرن از تاریکی شب استفاده کنند شما در اون شرایطی که ابو عبدالله علیه الصلاه و قرار داشت مردان اندکی در کناریشون بودن یاران اندکی در کناریشون بودن و هر رهبری که از گروه تاریکان دیشان باشند میکوشند که با فریب با نیرنگ با وعده های دروغین به هر شکلی ولو یک نفر را در کنار خود داشت نگه, داشت دارد نگه دارد تا بر سپاهی او افزوده شود یک نفر یک نفر است در هنگام جنگ ولی ابو عبدالله علیه السلام شرایط رو چون میدانیست چی از مجاری میدانی و چی از مجاری که قبلا از علم مخصوصی که در نزدیشون بود فرمودند که در فردا روز کسی از مردان باقی نمیماند بنابراین شما در اون شب بسیار بسیار حساس و موقعیتی تعیین کننده میبینید که ابو عبدالله علیه الصلاه السلام به هیچ یک از یاران خیش نه دروغ میگوید و نه پرده پوشی میکند و نه چیزی را در خفا نگه میدارد می این با اینکه ما میدانیم فرق است بین دروغ گفتن و نگفتن می امام علیه الصلاه و السلام دروغ, و سکوت کند ولی در اینجا امام باید به صورت شفاف روشن کند تا اینکه کسی بدون آگاهی و در تاریکی همراهی او حرکت نکند او سفینت نجات است و مصباح خدا هست. یکی از معانی مصباح خدا بودن امام علیه السلام این است که همیشه یاران خیش را در روشنی قرار می دهد و در انتخاب آزاد و در راه روشن که او ببیند و با دیدن و با فهمیدن و با آگاهی یا مسیر مرگ و شهادت در کنار او را انتخاب کند و یا مسیر رفتن و زنده بودن را انتخاب کند خب این روشنی و شفافیت برای ما بسیار کمک می کند در نیزت آشورا که ما از لابلای سخنان و کلمات ابا عبدالله علیه و سلام بتوانیم اون چرا که او در این مسیر میخواست مقصد حرکت او مرام او و برنامه هایی را که داشت و همین گونه میزانی استفاده او از آموزه های قرآنی و همین گونه میزان استفاده او و الهام گیری او از حرکت جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیاء الهی که در قرآن کریم سخن از آنها به میان آمده است بنابراین این بحثی را که ما مطرح کردیم در مقدمه که نهضت ابو عبدالله علیه الصلاه و در شمار نهضت های شفاف و روشن است این می کمک کند برای ما که ما بتوانیم میزان ارتباط و الهام گیری ابو عبدالله علیه, علیه و السلام از قرآن کریم را بتوانیم بفهمیم و استفاده بکنیم از لابلای کلمات خودشون اگر ایشون جز نهزت های تاریک می بودن بیان شفاف نمی داشتن و مرام و مقصد و شیوه کار خودشون رو بیان نمی کردن، ما نمی توانستیم بدین پیمانه ای که اینک در اختیار داریم از میراسی گفتاری و سیره رفتاری و ارتباط اون با قرآن کریم بتوانی بهرمند باشیم با این مقدمه بله با این مقدمه ما می رویم سراغ این که ابا عبدالله علیه السلام از لحظات نخستینی حرکت خیش به چه پیمانه نهزت خود را و قیام خود را و مسیر خود را با قرآن گره زده است و برای ما آیندگان به چه میزان پیام ها و آموزه های قرآنی بر جای گذاشته است و به چه میزان و به چه پیمانه نشان داده است که اون نهزت وامدار قرآن کریم بوده است و بر اساسی همون صراط مستقیمی که قرآن کریم فراروی انسان ها تعیین کرده است و قرار داده است بر اون مبنا و بر اون شاهرا حرکت کرده است و مسیر خیش را ادامه داده است بسیار خیلی خوب استاد یک میان برنامه ببینیم بله بله این انده های عزیز و گرامی مثبت 964 780 255 40 در اختیار شما هست میتونید توانید هر گونه سوال و انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیام در صفحه واتس ما با ما در میان بگذارید همچنان از شما دعوت می که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات فیسبوک تلگرام اینستاگرام دنبال کنید میان برنامه کوتاه را با هم می و دوباره ما را همراهی کنید مسیو ماربین خاورشناس آلمانی معتقد است در ظاهر یزید حسین و یارانش را کشت اما در باطن حسین یزید و همه بنی امیه را بدتر از هزار بار کشت یزید آنها را یک روز به شهادت رساند اما امام حسین یزید و طرفدارانش را تا ابد و هر روز می کشت. مسیو ماربین در جای دیگر می نویسد حسین با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت و نام اسلام و مسلمانان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت. ذکر تو می کنم و به پایان نمی رسد وصف می کنم و مکرر نمی شود بیننده های عزیز گرامی دوباره خیلی خوش آمدید ادامه برنامه با وقتی بیداره رو بیننده هستید استاد رسیدیم به اینجا که امام حسین علیه السلام چگونه قیام خود را با قرآن گره زد مسیر خود را با قرآن گره زد بله کلام مسیو ماربه در اولین نمونه ای که ما در این ارتباط می بینیم همون دو مورد است که در قسمت اولی برنامه عرض شد بدین معنا که ایشون از آیه از قرآن کریم آیه از آیات قرآن کریم که در سوره مبارکه بقره عنوان شده است و بیان حال انسانهای خدا باور و معاد باورن باور است و اون این است که الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون دوست. ایشون این آیه در زمانی که در کاخ ولید برای شنیدن خبر مرگ معاویه رفته بودن بار اول اونجا بیان فرمودن ولی مهمتر از آن باری دوم بود باری دومی که در جواب مروان این جمله را فرمودند و این مطلب یک عمق خاصی به نوع نگاهی ابو عبدالله علیه السلام میدهد و اون این که ایشون برداشت را که و تصویر را که از جامعه یزیدی در ذهن خودشان داشتن این بود که حاکمیت مانند یزید را مصیبتی برای جامعه مانه. اسلامی تلقی می و در پی این مصیبت اسلام را پایان یافته تلقی می بدین معنا که ما زمانی این آیه را می که معمولا در مرگ انسانی بله. قرار گرفته باشیم یا شنیده باشیم امام حسین علیه صلات و یک جرفای بیشتری به این آیه بخشید و یک لایه از لایه های معنایی دیگری این آیه را بیان فرمودون زمانی که در جواب مروان فرمودن که قالو انا لله ایلا راجون و انا و علی الاسلام السلام از قدبولیت الامت را این مثل یزید میخواهد بگوید که این آیه تنها به مرگ انسان ها اشاره ندارد به مصیبت مرگ یک انسانی بلکه می تواند یک اندیشه بمیرد یک مکتب بمیرد و اون زمانی که یک مکتب بمیرد می تواند این آیه را با عنوان این مصیبت بزرگ نیز خواند یعنی انا لله و انا الیه راجعون در حقیقت تنها به مرگ انسان ها اختصاص ندارد بلکه, بلکه به مرگ اندیشه ها و مکتب ها و نهضت ها و پیام ها نیز اشاره دارد چنان که انسان مرگ دارد یک اندیشه و مکتب نیز مرگ دارد چون که انسان ها زندگی دارد مکتب هم و اندیشه ها نیز زندگی دارد که به فراموشی سپرده شده اینگار مرده دیگه تمام شده پایان ماجرا ایشون مرگ رو به چی شکل میداند مرگ یک اندیشه را زمانی که اون اندیشه به دست نااهلان بیفتد وارونه شود ولذا در اینجا گره میزند به حاکمیت یزید میفرماید و علل اسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل يزيد اگر یزید با عنوان زمامدار و با عنوان پیشوای یک امت و یزیدیان و امثال یزید در جامعه قرار بگیرد در اون زمان شما باید این مکتب را مرده فرض کنید پایان کار اون مکتب فرض کنید چیزی از اسلام باقی نمیماند در اینجاست که ابا عبدالله علیه السلام و سلام یک مقیاس و میزان دارد و اون این است که آیا مرگ او و شهادت او و اون همه پیامت های تلخی که این قیام برای او داشت آیا می به این که امام اونها را تقبل کند و تحمل کند یا اینکه در منطق خیلی ها این مسیر مسیری بود که نباید با عبدالله علیه السلام و سلام اون را تیمی کرد مثلا محمد حنفیه ابن عباس عبدالله ابن عمر و خیلی کسان دیگر به او سفارش کردند و وصیت کردند و توصیه کردند و از سر خیرخواهی هم به ایشان پیشنهاد کردند که تو این مسیر را نرو به خاطر که بهای سنگینی خواهی پرداخت و یا اینکه بعضی از نویسندگان معاصر هم این سخن را بیان کردن که ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام مغز سیاسی نداشت مغز نظامی نداشت وگر نمی توانست برآورد بکند اندیشه سیاسی و نظامی نداشت وگر نمی توانست توان خود را برآورد کند و در برابر یزید به قیام برنخی قیام نکند و حال که ابو عبدالله علیه صلات و سلام در اینجا یک منطقی دارد و یک مبنایی دارد که بر اون مبنا وظیفه او قیام کردن است معادله خیلی روشن است یک طرف مرگ اسلام است یک طرف مرگ و شهادت ابو عبدالله علیه الصلاه و و یارانش و اسارت فرزندانش و اون چی که باید پیش می آمد. پیش آیا در این منطق ابو عبدالله علیه وزنه و سنگینی را به کدام یک بدهد به مرگ خودش مرگ خود را سنگین تر بداند و شهادت و اون حوادث پس و پسامت اون آن را و یا این که مرگ اسلام را بپذیرد این مشخص است که یک انسانی وفادار و مؤمن خود را فدای اسلام می کند و نه اسلام را فدای خود این بسیار بسیار منطق مهم است که انسان ها اسلام را برای خود می خواهد و یا خود را برای اسلام می خواهد در چنین معادله و در چنین شرایطی امام حسین علیه الصلاه و السلام میخواهد از همون لحظه به مروان ابن حکم بگوید که و به دنیا اعلام بکند عرض کردم که این شفافیت سخن تنها برای اون زمان نیست بلکه برای روزگار ما هم هست اگر یک انسانی در شرایط قرار می گیرد که حاکمیت یزیدی بر جامعه حاکم می شود آیا او باید حاکمیت یزیدی رو بپذیرد و جان خیش را حفظ بکند از باب اینکه آیات قرآن کریم را هم بی مورد استفاده کند مثلا بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قرآن به من فرموده است که ولا تلقوا بایدیکم الى تهلکه دلیل قرآنی و شرعی هم بیاورد چون که ما میشنویم از دوستان و مخالفان و یا اینکه نه برای حفظ اسلام جان خود را فدا بکند بعد از این که ما در قیام آشورا و قیام امام حسین علیه السلام و قرار میگیریم تاریخ به درستی قضاوت کرد که اگر نهزت کربلا نمی بودی اون چرا که عبا عبدالله علیه السلام فرموده بودن به درستی از آب در می آمد و خبری از اسلام محمد و از اسلام راستین باقی نمی مان. بنابراین امام علیه السلام بر اساس این منطق و بر اساس این محاسبه ای که نزد خود دارد که من یا مرگ خود را یا مرگ اسلام را یکی را برگزینم و در این میان او مرگ خود را و شهادت خود را با اون شرایط پذیرفت تا اسلام باقی بماند و خود را فدای اسلام کرد انا لله و انا الیه راجعون چنون که به جامعه اسلامی و به امت اسلامی این گونه نشان داد که یکی از مصیبت بزرگی که یک جامعه را فرا میگیرد حاکمیت انسان بیپروای به دین و انسان هایی که مقید به دین نیستن در یک جامعه دینی حاکمیت را به دست بگیرن این جامعه جامعه مصیبت است جامعه داغدار و جامعه او سوگوار است و لذا باید اون جامعه را جامعه رو به مرگ و رو به مردن دانست ممکن است که اسم از اسلام باشد چون که شما یک مرده را هم میبینید که جسدی از او باقی است ولی آثار از حیات رو وجود ندارد رشد و نموی و اون چرا که به عنوان حیات تلقی میکنیم در مرده وجود ندارد گرچه اسکلت هست بله. ممکن است در یک جامعه یزیدی اسکلتی از اسلام باشد پرچمی باشد و لا اله الا الله باشد و محمد بله. رسول الله صلی الله علیه و علیه و باشد و شاعری باشد بله ولی پوسته ای هست ای بدون مغز جسدی است بدون جان مرده است در واقع بله. بدین ترتیب امام حسین علیه السلام با الهام از آیه از آیات قرآن کریم که مردم و جامعه می فهمیدن که این آیه بیانگری مرگ یک شی را بیان می کند به جای این که مرگ همون گونه که در مرگ یک انسان استفاده کرد این کلام را در مرگ یک تفکر به یک اندیشه نیز این آیه را استفاده کرد و این اعلام خطر را برای دنیا اعلام فرمودند و نیز این مطلب را که مرگ اختصاصی به انسان ها ندارد خب این یک مورد از مواردی که ما می بینیم استفاده امام حسین علیه السلام از آیات قرآن را و به چی پیمانه به عمق این مطلب ما میتوانیم توجه بکنیم چه بسا اگر ما از کنار این مطلب و این گونه استفاده همین گونه به سطح نگرانه بگذریم به اون عرایزی که فشرده و اجمالی بیان شد ممکن است به این مطالب نرسیم و نوع نگاهی ابو عبدالله علیه السلام و استفاده او ای از این آیه شریفه را نتوانیم پی ببریم ولی با اندک توضیحی که در این زمینه داده شد ما میتوانیم توانیم عمق مطلب را و نوع درست استفاده امام حسین علیه السلام و از این آیه را تا حدی پی ببریم. مورد دیگر، چهار دقیقه استاد وقت داریم بله. مورد دیگر مورد است که امام حسین علیه السلام در هنگام حرکت وسیعت نامه ای را می نویسد در نزد برادرش محمد حنفیه میگذارد در این وسیعت نامه بعد از اقرار به شهادت و یگانگی خداوند که او را متهم نکنند بر اینکه که مشرک است چون دستگاه به قدر تبلیغ می کرد علیه علیه السلام و سلام که چه بسا افکار عمومی به خطا میرفتن نسبت باید. به شناخت اونها بله در این وسیعت نامه در مواردی اشاره شده است به آیات از قرآن کریم یکی از اون موارد این است که امام علیه السلام بعد از اون که میفرماید هذه وسیعتی یا اخی الیک بهم. ای برادر من ای محمد هنفی این وصیت من به سوی توست و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب این بخش از آیه آیه از قرآن کریم است که یکی در سوره مبارکه هود بیان شده است آیه 88 و یکی در سوره مبارکه اعراف در سوره مبارکه هود زبان حال حضرت شعیب پیغمبر است ایشون در اون زمانی که با قوم خود سخن میگوید و اونها را سفارش میکند و نصیحت میکند این گونه آیات قرآن کریم از اون نقل میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال یا قوم ارایتم ان كنت على بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا اگر شما قوم من ببینید که من نشانه های از طرف خداوند آورده ام که سخن من حق است و رزق حسنی به من عنایت کرده باشد و ما اورید و انو خالفکم الامان هاکم انو این اورید الا الاصلاح اون نکته ای مورد نظر من این است که امام مم. علیه السلام سلام از آیه استفاده میکند که حضرت شعیب نسبت به قوم خود بیان کرده است و در اونجا فرموده است که من یک مصلح هستم اصلاحگر و نه یک شورشی فرق است بین یک انسان شورشی و بین انسان قدرت طلب و بین اصلاحگر مصلح در جای معنا پیدا می کند که جای دچار فساد شده باشد و این مصلح بخواهد اون فساد را ترمیم کند و پس به حال اول خودش برگرداند امام علیه السلام و در این بخش از وسیعت نامه خودشون میفرماید که من یک اصلاحگرم و نه یک شورشی این لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدارا قبلا بیان فرموده است این ارید الا الاصلاح ما استطعت من اصلاح گرم به قدری که توان داشته باشم و ما توفیق الا بالله توفیق من در گروی اراده و خاص خداوند است توکل تو به او اونیب و من به خدای خود توکل دارم و به سوی او انابه و بازگشت من چه بازگشت ذهنی و چه بازگشت فیزیکی و چه بازگشتی در رفتار و کردار پس در این آیه شریفه امام علیه السلام دو نکته را بیان فرمودن نکته اول این است که من اصلاحگرم همانندی که پیامبران الهی مصلح بودن مسیر من مسیر پیامبران الهی است و دو دیگر این که من توکلم بر خداوند است و از او توفیق می طلبم. هر مسیری که او پیش روی من قرار بدهد اون مسیر برای من قابل پذیرش و قابل قبول است علیه. خیلی ممنون استاد ان که توفیق باشه تا در برنامه های بعدی در دوشن به های بعدی ادامه بحث از محضرتان استفاده بکنیم ان خیلی خیر بقید. و سلامتی بدر باشد. باشه تشکر مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان هنوز وصف جمالت نمیرسد به نهایت بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا ایندم با ما همراه بودید این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه تانا به پاک بیام تا میسپارم ایام به کام تان وقت خوش خدا نگهدار